مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در منطقه الحدایق شهر بنغازی در کشور لیبی در میان بحت شیعیان نمازگذار توسط وهابی های سلفی اشغال شد شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام در شهر بنغازی هنگام برپای نماز جمعه شاهد حضور خطیبی تازه وارد به نام نبیل مادی همراه با محافظان مسلح شدند این خطیب رو بر منبر رفت و شروع به تکفیر و فاسق خواندن جامعه لیبی کرد او مسئله حضور زنان و دختران در محلهای کار را بهانه تکفیر مردم و افرادگری خود قرار داد خطبه این مبلغ تندرو باعث خشم نمازگزاران شد و در ادامه مردم مسجد را به نشانه اعتراض به خطبه های نفرت انگیز و افراطی او ترک کردند به گفته شیعیان شهر بنغازی نبیل مودی قبلا یکی از اوباش شهر بوده که اینا که با قوت گرفتن فرقه وهابیت ریش خود را بلند کرده و در برنامه های دینی رادیویی شرکت می کند. لازم از ذکر است شهر بنغازی و چندین شهر دیگر در شرق کشور آفریقایی لیبی از زمان سیطره ژنرال هفتر بر این مناطق و همپیمان شدن او با جریان های وهابیت و پشتیبانی عربستان شاهد توسعه جریان های تکفیری و سنی های تندرو بوده است اخیرا این جریان های تندرو ضمن اشغال برخی مساجد و مصادره اموال آنها قصد دارند با زور اسلحه مردم را به سوی دیدگاه انحرافی وهابیت بکشانند در این بین علما، فضلا و بزرگان قبایل کشور لیبی مسئولیت این رفتارهای غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر را متوجه سنیهای های تندروی وحابی دانستند و اعلام کردند که این اعمال زشت و زننده مخالف معتقدات مسلمانان لیبیایی است.